شما به اسپیس فارسی گوش می کنید با رفتن به sps.com.auus/per به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. سناتور تد کروز از ایالات تگزاس در ایالات متحده آمریکا میگوید پهپادهای انتحاری که شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران برای انجام یک حمله مرگبار و بیسابقه به تلاویف در هفته گذشته از آن استفاده کردند عمدتا از قطعات آمریکایی ساخته شدند. شبه نظامیان حوثی یمن هفته گذشته با حمله هواپیماهای بدون سرنشین دوربرد به دومین شهر بزرگ اسرائیل که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر شد، حملات خود را به طور قابل توجهی به اسرائیل افزایش دادند. به گزارش واشنگتن فری بیکن سناتور کروز در نامه تحقیقاتی که در روز دوشنبه 22 جولای به کاخ سفید فرستاده شده است گفت تجهیزات نظامی پیشرفته توسط ایران تامین شده و با استفاده از قطعات آمریکایی ساخته شده است و با کمک بیش از 100 میلیارد دلار کاهش تحریم ها که در دوران ریاست جمهوری جو بایدن به رژیم تندرو جمهوری اسلامی اتهام شده بود تامین شده است این سناتور آمریکایی پیش از درخواست از مقامات کاخ سفید برای ادای توضیحات بیشتر به کنگره آمریکا نوشت ساخت پهپادها با دسترسی رژیم به قطعات آمریکایی امکان پذیر است و در واقع پهپادها تقریبا به طور کامل از قطعات تولید شده توسط شرکت‌های آمریکایی ساخته شدهاند. این نامه تنها چند روز پس از آن منتشر شد که دولت جو بایدن معافیت تحریمی را تمدید کرد که بیش از ده میلیارد دلار را برای ایران از طریق پرداخت نقدی از عراق تسهیل می کند. آقای کروز و دیگر جمهوری خواهان می گویند که این منابع مالی برای تولید پهپادهای مرگبار ایران که به گروه های تروریستی در سراسر منطقه و همچنین روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین صادر شده اند تأمین مالی می کنند. به گفته منابع کنگره که در مورد این موضوع توضیح داده اند، ایران سال هاست که به قطعات الکترونیکی کلیدی آمریکا دسترسی دارد و این امر به این کشور اجازه می دهد ناوگانی از پهپادهای پیشرفته ایجاد کند که حدود 80 درصد از کل زراتخانه آن را تشکیل می دهد. مقامات ایالات متحده آمریکا همواره ادعا می کنند که در حال تلاش برای محدود کردن دسترسی به چنین اجزایی هستند اما شواهد کمی برای نشان دادن مؤثر بودن این تلاش ها ارائه کردند. سناتور کروز به عنوان یکی از اعضای کمیته بازرگانی علم و حمل و نقل مجلس سنا در ایالات متحده ای آمریکا از مقامات دولت جو بایدن درخواست کرده است تا در مقابل کنگره حضور یابند تا درباره شکست خود در جلوگیری از ورود قطعات آمریکایی به ایران توضیح دهند. ده جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران رفتار جمهوری اسلامی با زندانیان و مخالفان سیاسی و همچنین اقلیت بهایی در ایران در دهه 1360 را جنایت علیه بشریت و نسل کشی خواند و خواستار تحقیقات بین‌المللی در این زمینه شد. آقای رحمان در گزارشی تفصیلی که روز دوشنبه 22 جولای منتشر شده است به بررسی جنایات وحشیانه جمهوری اسلامی ایران از سال 1360 تا 1361 و همچنین سال 1367 علیه شهروندان ایران پرداخته است. آقای رحمان که تا چند روز دیگر مأموریت خود به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران را به یک گزارشگر دیگر سازمان ملل واگذار خواهد کرد در این گزارش 66 صفحه‌ای به اعدام‌های فراقضایی و بی‌قاعده هزاران مخالف سیاسی محبوس در زندان‌ها اشاره کرده است و همچنین جنایت علیه بشریت در قالب شکنجه آزار و ناپدید سازی اجباری را برشمرده است او همچنین از دولت‌های جهان خواسته است آملان و آمران به گفته او جنایات وحشیانه در ایران را تحت پیگرد کیفری قرار دهند و حکم جلب را صادر کنند حکومت ایران در دهه اخیر به هیچ یک از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان در طول شش سال مأموریتش هرگز اجازه سفر به ایران را نداد و بارها او را به سیاسی کاری و عدم بیطرفی متهم کرد. آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پودکست، گوگل پودکست، سپوتیفای، یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می گیرید گوش کنید.